در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل خیلی خوش آمدید. آقای روشندل، در دیدارهای مقامات ایرانی با به اصطلاح مقامات سایر کشورها بارها دیده شده که این سطح به اصطلاح اون اصول دیپلماتیک، روابط دیپلماتیک رعایت نمیشه، از استقبال گرفته تا مسائل دیگه. چرا این اتفاق داره میفته و همین موضوع چقدر اهمیت داره؟ همین بحث روادیدی که بین چین و ایران موضوعی که داغ هست الان. درود بر شما و بینندگان عزیز. ابتدا اجازه بدید بگم که روابط کنسولی معمولا یک رابطه دو جانبه است. یعنی یک کشور مثلا در مورد ویزا، وقتی شرط ویزا رو برمی‌داره، متقابلا کشور طرف دیگر هم اون شرط رو برمی‌داره و به طور یک جانبه خیلی کم یک چنین اتفاقی میفته. در آخرین تحولی که در این مورد ما دیدیم، مثلا دولت روسیه اجازه داد که ویزای گروهی صادر بشه برای سفر ایرانیان به روسیه. خب حالا در این مورد به خصوص قضیه فرق میکنه. در مورد چین و روسیه، ایران خودش رو به خاطر انزوای بین المللی که داره در شرایطی قرار داده که توهین رو تحمل میکنه، همطور که شما اشاره کردید در استقبال آقای رئیسی در مسکو و سایر موارد ما این رو دیدیم، هر تحقیری رو میپذیره صرفا به دلیل اینکه چین و روسیه دو کشور دارای حق وتو هستن و میتونن در شورای امنیت سازمان ملل، اگرچه در گذشته همیشه رأی بر علیه ایران هم دادن، در بعضی از موارد مثلا از حق وتوی خودشون استفاده بکنن. حالا در این مورد به خصوص ویزای چین، علارغم اینکه آقای بروجردی میگه که بسیاری از مقامات نظام به چین سفر کردن، ولی خود ایشون هم تایید میکنه که مردم عادی که دست کم بایستی تقاضای ویزا بکنن و بعد تقاضای ویزاشون در یک پروسه مورد قبول قرار بگیره، اون رو هم بهش اهمیت نمیدن و بهشون ویزا نمیدن. یکی از دلایل اصلی این استش که به هر حال ایران کشوری است که مدعی صدور اسلام سیاسی است و چین در داخل خودش مسلمان داره و نمیخواد که این مدعی صادرات اسلام سیاسی وارد چین بشه و با مسلمانان چین مراوده ای داشته باشه و احتمالاً اونها رو تحت تاثیر قرار بده. از طرف گذشته در از طرف دیگر در مورد ویزای خارجی ایران، ایران گفته میشه با 52 کشور میتونه بدون ویزا رفت آمد بکنه، ولی فقط 7 تا 10 کشور هستن که واقعا ایران ویزا لازم نداره و بقیه موارد در ویزاها در فرودگاه صادر میشه. یعنی همچنان امکان این هستش که مسافر بره تو فرودگاه، ویزا نگیره و برش گردونه.